با این پول الان نمیشه اینو خرید. چکاشو سر وقت پاس کنی و سلامت باشی. میتونم جبران کنم آقا جوان. واسه مادر جبران کن کمی زندگیشو فروخت. امضاش کن. همون شد؟ بله، بفهمم. ممنونم. 15 تا چکم میمونه برای تو محضر آقا احمد. سه دونگ با پلاک به نامته، سه دونگ هم میمونه تو رهن شرکت. از شما هم درد. مبارک باشه. در خدمتتون هستم. قربانش. زحمت کشید. هنوزم میگم مفتادی رفتم. بنده خدا یه عمر اینجا راننده بالا ساب ماشین شد دیگه. از مسعود خبر داری؟ هنوز خاموشه؟ نه هنوز. بعیدم میدونم پیداش. واسه چی نباید اطمینان حرف بزنی؟ بابا آخه آدمی که از دست شیر فرار میکنه بعد نمیگرده و سر بره تو دهنش. میدونی اگه بگیرنشم پای تو گیره؟ چرا من؟ تو میدونستی مسعود رفته تو کار خلاف؟ چه ربطی به من داره جهان؟ اون رابطهش یکی دیگه از همین الان بگیرنش صد سال دیگه به من نمیرسه. خیلی خون سردی. یه سوال ازت میپرسم درست سازی جواب منو بده. میدونستی مسعود با ماشین من خلاف کرده؟ آره. نه. اصلا چه فرقی میکنه؟ تو که بالاخره با ماشینات خلاف میکنی. چه با من چه با مسعود. برای من مهمه. اون میدونسته و خلاف کرده. نگفته. این یعنی ته نامردی. برای من خیلی گرون تموم شده. کم کم ارزون میشه. جانم محسوب جان. جهان تو صبح نیکانو کجا پیاده کردی؟ بردم رسوندم شدم مدرسه. فکر میکنم نیکانو ما دست ماش رسیم و مداری که چیزی برده. مطمئنی؟ بعد از اینکه شما رفتیم پلیس من سراخشون. فکر کنم مداری که مهمی بوده. باشه شب بریم در خونه مامان پری ببینیم ماجرا چیه. خدافظ. خدافظ. حسن آقا میره بده اداره فروش. الو سلام، چطوری؟ خوبی؟ به یه شماره پلاک میدم، جی پی اس یه ماه دو ماه گذشتهش اسران بزن. یکی دو ماه باشه بفرست بیم. میفرستم میگم به نظر من هر چقدر ترار ساده تر در نظر بگیریم بهتره. مثلا من یادم چند سال پیش که با بابام رفتیم آلمان، رفتیم این نمایشگاه طراحی داخلی، یه سری مبل و صندلی و اینا بود خیلی عجیب غریب بودن. مثلا این یه مبل بود شبیه آکاردئون بود. دیدی؟ کنم مدلش رو توی برنامه دیده بودیم. مگه نه حسام؟ آره، اصلا اصل طراحیشون بر اساس اینه که هم حجم کمتری بگیره، هم وزنش کم باشه، هم مقاوم باشه. ما باید بر همین اساس کار کنیم دیگه. دقیقاً. الان مهمترین کار اینه که مواد خمیر نشه. میگن تو بابات کسی رو میشناسه که شیمی مواد خونده باشه؟ نمیتونم. میپرسم ازش. بچه ها استحکام موادی که بهشون رسیدیم و نشون چند تا از استادامون دادن. گفتن شدنیه، فقط باید به صورت عملی ببینیم که چه جوریه. ما الان کلن دوتا کار میتونیم انجام بدیم. یا اینکه برگای خشک رو جمع کنیم، یا اینکه خودمون خشکش کنیم. چون من فکر کردم دیدم اگه بخوایم یه صندلی کوچیکم درست کنیم، حداقلش باید 3-4 کیلو برگ خشک جمع کنیم. خردکن و پرس رو دادم چند تا از بچه‌ها درست کنن، فردا قراره بیارن. میمونه یه کوره که خب طبیعتاً اینجا نمیشه درست کرد. با یه کارگاهی صحبت کردم، وقتی که ما وسایل رو درست کردیم همه چی رو میبریم اونجا. خوبه. کجایی تو؟ چرا من پایده دادو بیدار میکنه؟ چرا هیچی نگفتی به ما؟ چی؟ پلیس اومده بود اینجا دم خونه. که؟ گفتن سیما رو گرفتن. نمیدونی چه قیامتی شده بود. پری خانم از ما نمیذاشتی بفهمن. چی داری
خب خودت میرفتی باش صحبت میکردی تنها. عمو ندادن، یه سوال پیچ کردن. یه دقیقه وایسا پری خانوموس. تا حالا چند دفعه پلیس اومده بودم؟ تنهات. یه دقیقه گوش کن به من. داشتن سراغ منو میگرفتن؟ آره سراغ گرفتن مادر، باید بری آگاهی. باش. معطل نکن مادر، زود. باشه اومدم. بچه‌ها من این مشکلی برام پیش اومده. باید برم خونه. حسام میرسونته. آره من میرسونم اتون. نه خودم میرم. دست شما درد میکنم. خدا پسر عزیز. خدا پسر عزیز. نیکا. خب یه دارم بگو آخه جلال اصلا سیما اهل این حرف هاست. خودم باید برم. خب بابا تو که خانواده ما رو خوب میشناسی، ما شده باشه خودمونم سوخ بدیم نمیذاریم که سیپا سوز بشه. علی جون خودم باید برم. ای بابا جلوی منو نگیر، گفتم خودم باید برم. نمیشه حال تو خوب نیست، تنهایی نمیذارم بریم بابا. جلال بس بهت زنگ میزنم. تو میتونی جلوی منو بگیری، من باید برم. خودم با رفتن شما درست میشه. آره همه چیزو که پلیس گفت بهتون بشینم تو خونه همه چی درست میشه. با نشستن کجا مام فرید؟ بابا دختر من از گل پاکتره، بهش انگ چسبوندن. اون آزارش به یه مورچم نرسیده و میاد دستی دستی مردم رو مریض کنه. مام پری عربا خاک آقا جون، شما مشکل رو بیشتر نکن. شما برو تو، من برم ببینم چی کار میتونم بکنم. طلعت جان ببرش تو. تو میخوای بری مشکل حل کنی؟ تو؟ من احمق به قول شما دارم از بروبون میام تو این خونه که پولم همون مرتیکه بگیرم، شرمنده در و همسایه نباشم. میبریم. ببینم شما هم هی بزن تو سر من. الان شما بری پاسکا قلبت بگیر، من چه خاکی تو سرم بکنم؟ ها حواسم به سیما باشه یا به شما. خانم قربونت، میدونم الان تو قلبت چه قیامتیه، ولی نمیتونیم که هیزم و آتیش خودمون باشیم. بریم قربونتون. کجا سیامک؟ بیری نری تو دیگه. بیرون با تو فرق داره وقتی مادر خود آدم تو خونه خودش میزنه تو سرم. برم ببینم چه غلطی میکنه. خوب کردی اومدی. زحمت کشیدین آقا. حالا امروزش چطوره؟ چی بگم؟ از صبح تا حالا دو کلمه هم حرف نزده. بابا میخوای شما برو داخل، شاید با شما حرف زد. چشم. خوابی؟ سلام. یادم یه نفری میگفت گور زبون مریضا رو باز میکنه. میخوام ببینم این طبابت جنابالی چقدر رو خودتون جواب میده. یه خبر خیلی خوب برات دارم. نمیخوای نگام کنی؟ علت حادثه مشخص نشد هنوز. نه دکترها میگن حتما که ضربه نبوده. جواب از ماشین سمشناسی هم که هنوز نیومده. انشالله که خیلی خوب میشه. نگران نباشه، کم کم حالش بهتر میشه. انشالله. فقط باید حواستون بهش باشه، اصلا عصبیش نکنی. اصلا بذار ببینیم چی برای خوردن داریم. تو هم که اصلا قرار نیست بدونی که خبر خوشحال کنندم چیه. بابام با یکی از دوستاش که خیلی هم متخصص خوبیه حرف زده. میدونی کیه؟ شاگرد پروفسور سمیه. عکساتو بهش نشون داده، اونم یه عالم خبر امیدوار کننده داده. اصلا بذار برم وایسشو بیارم خودت گوش کن. بابا
سلام. بابا لطفا گوشیتون رو میدین. خیلی سخته ولی باید بهش امیدواری بدی. ببخشید ببخشید دکتر. بفهمید راستش من از یکی دو تا متخصص پرسیدم، گفتن امید چندانی به بهبود کامل دامادم نیست. به دخترم هم نگفتم ولی اومدم از شما بپرسم. تا آخر عمر صدرا باید همینجوری بمونه. من اجازه ندارم نظر قطعی بدم. دکتر سخایی مسئولشون هستن ولی فکر کنم هنوز برای ناامیدی خیلی زوده. خانم تشریف بیارید. سلام. علیکم سلام. اون مدارکی که از توی ماشین برداشتی کجا گذاشتی؟ من فقط وسایل طراحیمو برداشتم. بجز وسایل شخصی خودت مدارکی که توی کیف بودن اونا کجا؟ کیفی ندیدم. ببین دختر جان، اون مدارک شاید تنها مدارکی باشه که بتونی مامانتو از اون تو در بیاری. پس سعی کن یادت بیاد. صبح مدرسه نرفتی، خونه هم که نبودی. رفتی پیش پدرت؟ نرفتم. ببین اگه مشخص بشه رفتی پیش پدرت و مدارک رو بهش دادیم، میدونی عواقبش چی میشه؟ من پیش پدرم نرفتم، چیزی هم یادم نمیاد. میتونم برم؟ بفهمم. حواستون بهش باشه. چشم الله. دهن باز نمیکنه. سرتق بازی زمین همه چیز خرابتر میشه. اصلا نمیدونم چی بهشون گفته. وقتی بهت میگم یه کاری رو انجام نده تا تهش رو خوندم دیگه، حتی همین امشبو. الان چرا داری با من اینجوری حرف میزنی؟ من از همه شما حالم بدتره. من سه شبه به خاطر سیما نخوابیدم. اون وقت تو جلو بچه‌هاش یه جوری با من رفتار کرده انگار من از رو عمد از رو قصد سیما رو انداختم زندان. با من جوری بحث کرده که همه چی رو فهمیدن. همه چی رو. آخرش که چی؟ نمیفهمیدن؟ خودم بهش رو میگفتم. و شاید الان خونه ما بودن، مدارک هم نبرده بود، همه چی هم میدونستیم. تو چقدر مطمئنی که از مسعود خبر داره؟ وقتی مدارک رو ازش خواستن دو تا حالت بیشتر نداره. یا سیما ازش خواسته که مدارکو نیست و نابود کنه ولی بندازه گردن مسعود که نیست، یا مسعود خواسته. خیر از اینه؟ اومد بچم. بیا بیا.
بیا. سلام دخترم، خوبی؟ سلام. همه خوبه، مامان پری خوبه؟ امروز از ماشین مامانت مدارک برداشتی؟ یه بار به پلیس گفتم، فکر کنم لازم نیست هر دفعه توضیح بدن. عزیز دلم، ما که پلیس نیستیم. خب اگه چیزی برداشتی به ما بگو. نه تو از مسعود خبر داری؟ نه. اگه چیزی میدونی به ما بگو، ما میخواییم به سیما و آقا مسعود کمک کنیم. راست میگی خاله مهتاب، میخواییم بهت کمک کنیم، به همه میخواییم کمک کنیم، میخواییم زودتر این ماجرا تمام بشه بره. آره دیدم چقدر کمکمون کردین واقعا. الان هنوز از دست من ناراحتی؟ باور کن بعدن خودت همه چی میفهمی. چیزی نمیدونم، اگرم خبر داشتم یه چیزی میدونستم قطعا بهتون نمیگفتم. حواسش به مهتاب خانومه. وای مامان پری اومد. شما اینجا چی کار میکنم؟ مامان پری چی شد؟ بریم سلام. گفتی اینا بیان دنبال. نه مامان جان، نه ما یه کاری داشتیم، نخواستیم مزاحم شما بشیم. سعی زدم نیکان جان بیاد پایین. خب بابا بیاییم بیدیم خونه. ببخشید چطور از حرف زدن مامان پری؟ نیکان جان اصلا میدونی اینا با مامانم چیکار کردن؟ نیکان جان الان وقتش نیست اصلا سند بذارم واسه مامانم. نیکان نذاشتن سند که نذاشتن هیچ راستا به پلیس گفتن سیما مامان پری اصلا همچین چیزی اصلا کاملا پخش شده. نه اگه باشه شوی خودم ندیده بودم که مامانم باشه. یکی نیست به من بگه زن حسابی. آدم دست دستی دختر دست گلشو میده به یه آدم که از خانواده خودش بریده و چجوری از دختر ساده ای تو نبره؟ ای خواب تو سر ماما این دختر شوهر دادنه. آره تا دیروز که بابای من بهترین مرد فامیل بود حرف نداشت، الان چی شد؟ بد شد؟ تو چرا بهت بر میخوره؟ خب باباشه دیگه، بهش بر نخوره. نیکان دایی با همون صحبت کردی؟ نه زنی نزدم، میزدم هم نمیشناخت، اما پلیسا پرسیدن خبر نداشتم. ای وای دلم داره میجوشه، اینه او آب توی شیشه قلیون همطور میگه خل 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 خل، نه بالا میاد نه آروم میگیره. ای دیدی مسعود چجوری دختر منو توی این وضع ول کرد و رفت؟ دیدی؟ الان شما از کجا مطمئنین که ول کرده رفته؟ من مطمئنه بابام خودش برمیگرده همه چی درست میکنه. آره درست میکنه، درست میکنه، حتما درست میکنه. اگه میخواست درست کنه که خراب نمیکرد. خراب چیه؟ اصلا فرار نمیکرد. ای وای چیکار کرده که اینجوری راجبش حرف میزنی مامان پری؟ حسن خدا بیامرز یه چیزی میگفت خیلی درست میگفت، من الان میفهمم. میگفت بعضی از دومادا خوب خوبشونن. اینه هو دسته خنجری دیگه. وای به مسعود. پری جون آروم باش دیگه جلوی این بچه. مامان پری قربونت بشم، نیکان که مثل منو سیما نیست، هرچی اومد به زبونت بگی تمام شه بره. که اگه این مسعود ریگی تو کفشش نبود همطوری یه غیب میشد. آره غیب میشد. برات خوب نیست که هرس نخور قربونت. وای بمیرم بچه دور از جونت.
بله. سلام. علیک سلام. شما؟ من همون دختری هم که پدرم اینجا اتاق شما رو اجاره کرده، آقا مسعود هستن؟ خیر ندیده، پول دو روزم هم نداد رفت. مطمئنی؟ دیدیش بهش بگو حلالت نکردم. اجاره دو روزتون چقدر میشه؟ روزی 30 تومن تیک کرده بودید. از حق نگذرم، دوبارم قضا خرید برام و بود. حلال کن، دستت درد نکن. نبود؟ همون روز میگفتیم از تو گمش نمی کردیم. نمیفهم چی میگی شما. تن چی نمیفهمی؟ پس اینجا چیکار میکنی؟ اتفاقی اومدی؟ اصلا شما چیکاره ای منی که منو تعقیب میکنی؟ مامانمی، بابامی، پلیسی، چیکاره ای؟ وایسا ببینم نیکان، دختر چرا انقدر لجبازی میکنی؟ میگم وایسا. وایسا ببینم. آقا. دخترم آقا. دیشب من بهت پیام دادم، ولی شماره دیگه. چجوری به خودتون اجازه میدی با منی همچین کاری کنی؟ برای اینکه تو هنوز بچه‌ای، یه نفر باید مراقبت باشه. آره. ولی هر کسی غیر از شما و خاله مهتا که خودتون تو رفاقت بد جور گند زدین. الانم اگه نگرانی واسه خاطر ماشینتونه که گیره. نه بابا، مراقب حرف زدنت باش. مدارک دادی بابات؟ من نه مدارکی برداشتم نه بابامو دیدم. چرا یه حرف راست نمیزنی تو؟ میخوایم باور کنیم میخوای نه. من بابامو قرار گذاشتم، مامان اصلا ندیدمش. الان میخوام برم مدرسه، دیرم شده. پس اون مدارکی از ماشین مامانت برداشتی چیکار کردی؟ میتونی به بیگناهی سیما کمک کنه. اگه مسعودو دیدی بهم بگو، بعدا پشیمون میشی. مهتاب جان سلام، من رسیدم پایینم. جواب سمشناسی اومد خانم. واقعیتش اینه که ما ابتدا فکر میکردیم ممکنه پسرتون مخدر چیزی مصرف کرده باشه، اما بعد بهمون اطلاع دادن که سری مکمل‌های تقلبی وارد بازار شده. همکارا بررسی کردن، مشخص شد که متاسفانه پسر شما هم از همین مکمل‌ها مصرف کرده. ما طبق اون چیزی که خواستن گزارش دادیم، اما شما هم میتونید خودتون مسئله رو قانونی پیگیری کنید. اینا که میگین یعنی چی؟ خوب نمیشه دیگه. نه
کی؟ اون پسره در بیمارستان. احتمالش خیلی کمه. ای بابا، بازم میگی من نباید به پلیس میگفتم؟ نیکان با مسعود قرار داشته، احتمالا همه مدارکو داده بهش. هم مرا چرا این حرفو میزنی؟ برای اینکه مسعود گم شده، خودم رفتم دنبالش پیداش نکردم، سر هممون کلاه گذاشته، حتی زن و بچه‌شون، به همین سادگی. یعنی داری میگی سیما ممکنه بیگناه افتاده باشه زندان؟ شویان خواه اصرار و پافشاری تو برای رفتن پیش پلیس چی بود؟ هیچی نگو جهان، هیچی نگو. الان مدرسه نمیای، اینجا هم تیر میای. آقا سعید همین جوریش هم از دست تو حسابی شاکیه، نکن دیگه. مکن آب بازه چی میری تو رنگ روغن؟ سلام باشه، برو تو قوطی رنگ آبی بگی بیا خودو بینم. کلن تفریح میای سر کار خانم فخاری؟ شما که فرق بین کار و تفریح نمیدینی واسه چی میای؟ بدتر اینجوری جای نفر دیگرم پر میکنی. سلام. علیک سلام. مشکل داشتم. مشکل یه روز، دو روز، سه روز. اینجا مدرسه نیستش که هر روز یه بهونه میاری. اون از گندی که زدی یه هفته طول کشید جمعش کردیم، اینم از حالا. آقا سعید من نمیخواستم که اینجوری شه، عذر میخوام. الانم شما حساب کنیم ببینیم پول رنگ و ضرر رو همش چقدر میشه، من پولشو میدم جبران میکنم. من تا آخر این ماه باید این پروژه رو تحویل میدادم. الان سر بچه بازی شما کار افتاد عقب. بی خیال آقا سعید، انقدر سخت نگی. راحت بگیرم که هر کس هر کاری دلش خواست بکنه؟ اصلا تقصیر منه گذاشتم یه بچه بیاد سر پروژه. بچه؟ فعلا که همین دوتا بچه دارن همه کاراتون رو انجام میدن. یه قرون هم که عجیب مبارک خرج نمی کنی. تحویل بگیر آقا اسلام. اگه اصرارای تو نبود من غلط میکردم یه کارآموز بیارم سر این پروژه. همین کارآموزی که میگی پا به پای این بچه ها زحمت کشیده برای این پروژه. مگه حقوق میدی که ازش طلب کاری؟ تو دخالت نکن، به تو ربطی نداره. آقا سعید اگه با من مشکل داری چرا سر بقیه خالی میکنی؟ ناراحتی بگو خودم میرم. خوای بری؟ خوش اومدی. خوش اومدم. به سلامت. هی نیکان، نیکان بمون، وایسا، خودتا. یه آدم چقدر میتونه بی وجدان باشه واسه یه ذره پول بیشتر با جون مردم بازی کنه؟ نه واقعا کبریت زیرت روشن کردم. تو گفتی مکمل قاچاق کنیم، اونم مکمل سالم. قرار نبود این آشغالا بریزی تو بازار. مگه تو نمیگی محسود تو رو پیچونده؟ چرا یه درصد احتمال نمیدی همین بازیرم با من کرده باشه؟ این سیاه‌بازی رو بذار کنار. مسعود برای چی باید همچین کاری بکنه؟ من 30 سال میشناسمش. چرا باید این کارو کرده باشه؟ اگه همچین کاری نکرده پس فرارش واسه چیه؟ اگه ما مقصریم چرا نمیاد یقه ما رو بگیره؟ من و تو این همه با هم کار کردیم، به دردسر خوردیم. یه خورده درست فکر کن جهان. بابا زن من دکتر من فهمیدم. گفتم پزشکه، حساسه، داره هیجانی تصمیم میگیره. رفتم بیمارستان دیدم جوون مردم داره پرپر میشه. قرار ما این نبود در جنگی. این همه سال من و تو داریم با هم کار میکنیم جهان. به نظر تو من اینقدر احمقم که سود پولمو بیام فدای همچین کارهایی بکنم؟ مکمل تقلبی یعنی وزارت بهداشت، یعنی پیگیری بهداشت. پیگیری بهداشت یعنی 6 ماه دیگه تتوی همه چی رو درآوردن. آدم عاقل ریسک میکنه ولی خریت نه. کاری که مسعود کرده خریته. بعدش هم شما رفیق 30 ساله مسعودی، هیچ خبر داری چقدر بدهی داره؟ تو میدونی پول رهن خونشو گرفته بود داشت اجاره میداد ولی خانومش این موضوع خبر نداشت؟ تو خیلی چیز راجع به مسعود نمیدونی که من میدونم. مسعود کاملا داشت برشکسته میشد، به خاطر همین اصلا تعجب نمی کنم بخواد همچین بازی رو در بیاره.
چون من میدونم مسعود چجوری اون شرکت رو سرپا نگردشه. حالا بگونم چی میخوای بگی؟ مکملایی که ما بهش دادیم با مکملایی که تو بازار پخش شده فرق داره. یعنی پای یه گروه دیگه هم وسطه، همونایی هم هستن که فراریش دادن. تو از کجا میدونی؟ برحال ما بعد از این همه سال آدمای خودمونو داریم، این کارم قانونای خودشو داره. یعنی اگه برای یه کسی مشکل پیش بیاد باید بیاد پیش واسطش. مسعود نیومده پیش من، یعنی کاملا خبر داره این سیلی که سرازیر شده از کجا داره میاد. بعدش هم آقای جهان امجد، ما اگه بخوایم همچی کاری هم کنیم هیچ وقت هم ماشینای خودمون مایه نمیذاریم. آخه مگه دیوانه ایم؟ نه بیایم به تو بگیم، نه مسیر ماشینا رو عم کنیم، یهو بیایم همچین کاری انجام بدیم؟ اونم با شرکت تو، با ماشینای تو که واسه همون مثل برگ برنده میمونه. ما هیچ وقت برگ برنده مون رو نمیسوزونیم. آخه حالا ترد این سیگارو صد بار داده، هر صد بارم هم اینجا میگیری، هر صد بارم شما گریه زادی کردی. آخه تلجون هر سری یه زاویه دیگه نگاه میکنه. آره معلوم نیست چند زاویه زاویهاش تمام نمیشه. چقدر حرف میزنین، داری فیلم میبینید. دایی جان، میگم من رمز ایمیلی که دادم واسه جشنواره یادم رفته، میتونی رمزش پیدا کنی؟ کاری نداره، اون اونجا بزن فراموش کردی، خودشو میزنه به شماره خودت. نه دایی، آخه اون اصلا شماره قبلیم بود، ندارمش. اونجوری دیگه باید هک کنیم ایمیلتو. بعد ایمیلم از کار نمیفته؟ نه نگران نباش، تو ایمیلتو برای من بفرست. فرستادم دایی، فقط یکم عجله دارم. چه ایمیلی آخه؟ چشی؟ ایمیل باید اصیل باشه، هویت داشته باشه. زمان ما یاهو مسنجر بود، من یه دپیست این ایمیل عجب عجبا درست کرده بودم. واقعا؟ ملت تو سر کار میذاشتیم. بین خودمون باشه، یه بار مامانه تو سر کار رو گذاشته بودم. خب حالا بهت میگم بعد. بگوششو میگم بعد. تا اینجاش گفتی بگو بگو چی شد؟ کیا مارو یه زنگ بزن؟ دم جمعو میبینم دایی. تا جمعو میبینه بگو. خب تا همینجا بایست من زنگ بزنم. نگفتی یا؟ میگم بهت. سیامک تو رو خدا برو، داداش امیدم فهمیده تو اینجایی، الان میره به همه میگه داره میاد سراغت، فقط تو رو خواهی تو زودتر برو. خیلی خب بیا تو، بیا تو، بیا تو. خوبی؟ تو چطوری؟ چرا نمیری؟ کجا برم؟ چرا وایستادی پس؟ خب برو داره میاد. بیاد وای میسیم باش حرف میزنیم، یه بار باید من با این روبرو بشم، اگه اینو نمیخواستی برو بالا، بریم بالا. نیکان برو برو، نگران نباش. سلام عزیزم. خوب بیا دایی، چی شده؟ چی شده دایی؟ بری تو دارم ببندید. سیامک تو رو خدا فقط دعوانم. اوه مگه من کی اومده دایی؟ بری تو، بری. مشتی ما اشتباه کردیم به شما پول قرض دادیم؟ حیف سیامک که آقام هوا تو خیلی داره. امروز میخواستم تمام طلبکاراتو بریزم اینجا ببینم تو میخوای چیکار کنی. چی آقامی صداتو انداختی تو سرت؟ تا 6 ماه پیش که مش پول هر ماه میومد به حسابت با گل و شیرینی میومدی دم در. حالا چه خبر هوار را انداختی؟ سلام آج خانم، من غلط بکنم بخوام تو خونه شما داد و بیداد بکنم، ولی خدا وکیلی ما هم دیگه صبرمون تموم شده. از صبح تا لا طلبکارای این آقا ریختن جلو در مغازه آقام که چی؟ فلانی مگه دوماد شما نی؟ بیا جورشو بکش بدهی ما رو بده. بابا ما هم گناه داریم به خدا، ما نمیدونیم الان چیکار کنیم. ببینم مگه سیامک کم موقع خوشی به دردتون خورده که حالا موقع ناخوشی اینجوری پشتشو خالی میکنی؟ ما 50 سال توی این محلیم، از دیوار کی رفتیم بالا؟ جیب کیو زدیم؟ ما هم چیزی نگفتیم که، حرف من که فقط نی، حرف بقیه هم هست. زوری که پول نگرفته، 2 سالم که خوب سودشه گرفتی. چتونه؟ خوبی آدم ها زود یادتون میره. بفرمو بدهکارم شدی. ببین برادر، من گفتم یه کاری هست سود داره،
به در و همسایه دوست و آشنا یه لقمه نون برسونیم. تا یه موقعی هم میدونی بد نبود، خوبم بود. حالا یه مشکلی خورده، رسیدیم به اینجا. این که چرا رسیدیم به اینجا خودت هم میدونی. 10 بار صحبت کردیم، حرف تکراریه. من الان از شما فقط یه خواهش دارم. شما برادری کن، یه مهلتی از طلبکارا بگیر. من بهت قول میدم میرم پول ازشون پس میگیرم، میام تقدیمتون میکنم. ببین سیامک، من قول نمیدم، ولی آج خانم به احترام شما چشم، من میرم باشون حرفم میزنم، یه مهلت هم میگیرم. ولی این دفعه اگه این آقا پول مردم رو نده، هیچ کمکی از دست من بر نمیاد. خدافظ شما.